خواب و بیداری من و شما از نشانه های قدرت و تدبیر و شگفتی های آفرینش الهی است همه من و شما خواه ناخواه بنابر فطرت بشری گاهی میخواابیم و پس از آن بیدار میشویم اما همین خواب و بیداری من و شما هم در شریعت اسلامی آدابی دارد آنگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکردند کردند حذیفه رضی الله تعالی عنه بنابر روایت صحیح بخاری میگوید که هرگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر روی بستر خواب خودشون دراز میکشیدند و میخواستند بخوابند دست راستشون رو زیر سر و زیر رخسار خودشون قرار میدادند یعنی سمت راست میخوابیدند و دستشون را زیر سرشون قرار میدادند و سپس این دعا را میخواندند اللهم بسمک اموت و احیا بار الها به نام تو میمیرم خود خواب یک قبض روح هست یک مردن کوچک و صغرایی هست را به نام تو می میرم و احیا و بعد از آن هم به نام تو بیدار می شوم. و بعد از آن که رسول الله صلی الله علیه و سلم از خواب بیدار می شدن، این دعا را می فرمودن. الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا و اليه النشور حمد و سپاس و ستایش الله و آن ذاتی که بعد از آن که ما را میراند دوباره ما را بیدار کرد ما را زنده گردانید و حشر و نشر ما به سوی الله متعال هست چه زیبا هست که ما هم این عادت فطری خودمان را تبدیل به عبادت بکنیم با اتباع و پیروی از این ادب اسلامی و از سیره و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم